میگه من دیگه مسلمان نیستم اینا. گفتم آره، گفت خیلی کارمندای ما ایرانی ان و فلان. گفتم آره، این جبه تو رادیوی ماسک اینا را آفریده، ما همین ایران بتونیم همین کار میتونیم بکنیم، چون با عقل دانش فوش نمیدیم، با منطق کار میکنیم. گفت تلویزیون چطور؟ گفتم تلویزیون که من رادیو دارم، تلویزیون ندارم. گفت هیچ از دوستان اینا تلویزیون نداره اینا. گفتم تو لس آنجلس دوستانمون هستن تلویزیون دارن. گفت ببین تلویزیون هست که اونجا ما بتونیم از اینجا بگیریمش اینا، من یه کاری برات میکنم. گفتم چیکار؟ گفت این صاحب تمام این خدا بود، وقتی تو میگم خدا. بعد ما اونجا یهو بود که آقای مهندس شجره عزیزم این تلویزیون رو باز کرده بود، ولی اونجا جدا شده بود از زیاتابای، زیاتابای داشتش و میبودی هم که رفیق ما بود تو بود. من به میبودی گفتم که این فرکانسش رو بده، و بعد گفت نمیتونم از زیا و خلاص. ما فرکانسش رو گرفتیم، قرار بود فرکانس رو بدیم بی، ما فرکانس رو دادیم بی. بعد چند روز ما زنگ زد گفت درسته برو ببین. گفتم چجوری ببینم؟ گفت برو ببین یک دیش بذار رو پشت بوم خونت فلان. وقتی دیش گذاشتیم رو یه جانیم دیدیم اه داره فیلم ایرانی پخش میکنه. بعد یادم میاد میبودی هم اومد چهار صبح بود و خلاصه اینجوری راه افتاد. ولی میخوام اینو به شما بگم، همون موقع ما تونستیم رژیم ساقط کنیم. اما میدونیم چی شد؟ رژیم جمهوری اسلامی برای اینکه چون این روسیه است دیگه، این انگلیسه، خدا چه فکر کردن چهار تا آخوندش پیشه؟ همون موقع اینا نمیدونستن ماهواره چیه، به یزدان سوگند نمیدونستن ماهواره یعنی چی. خب روس و انگلیسه، قدرت جهانی پشت سر اینا. یهو اون تلویزیون یه مدتی بود و داشت میرفت و خیلی معصر واقع شد، ایاتون باشه خیلی معصر بود. یه ها اینا آمدن جمهوری اسلامی خودش رفت. مثلا میگم اول اینکه وبایی رو مجانی پخش شد، کسی پولی نداد. بعد بعدا گفتن این هزینهش مثلا 2300 هزار دلاره، ولی 20000 30000 دلار هم در ماه بدن ما قبول داریم اینا. آقا این 150-60 هزار دلار رو جمهوری اسلامی اومد 3 میلیون دلار در سال، 3 میلیون دلار داد، اومد روی ماهواره با جام جم 26 تا کانال میتونست داشته باشه. 26 تا کانال، جهتی خوشه رو بوکه میگن، بوکه رو که کریه بکنی، این بوکه رو که کریه بکنی تا 26 مگابایت مثلا این حرفا داره، میتونی 26 تا تلویزیون بزنی، میتونی 15 تا بزنی، 20 تا رادیو میتونی بزنی. خب اینا اینجور اومدن و سرما رو کلا گذاشت جمهوری اسلامی. الان هم دنیا داره از این انقلاب حمایت میکنه. خب تا دیر نشدی پیرپاتالا باید بیرون پشت سر مردم تظاهرات میلیونی باید بکنین. من حقوق بشر پری روز بود به شما گفتم زمان محمد رضا شاه عزیزم اینا روز حقوق بشر میلیونا نفر آدم آوردن توی خیابون، شما نیومدین چرا؟ الان این دفعه رفراندوم یعنی چی؟ رفراندوم یعنی پدر مادرهای بی شرف بچه‌هاتون میبرن اعدام میکنن میکشن، این سلحشور، این گردا، این دلیرا، اینا که من شب تا صبح گریه میکنم. فکر کرده اید خم شدیم ما، کشته داده ایم کم شدیم ما، فکر کرده اید شب شد و تمام، بی خیال صبح دم شدیم ما، فکر کرده اید از مذاب داغ پر شده گلوی سبزگوی باغ، فکر کرده اید حلقه های دار بست راه این گلوی بیقرار، فکر کرده اید، فکر کرده اید، فکر کرده اید خسته می شویم، جای انتشار بسته می شویم، ما شبیه خوشه های گندمیم، یک به صد هزار دسته می شویم، باز می کنیم قفل و بستتان، نیست می شود تمام هستتان، راه دیگری نمانده جبر ماست، پیش می رویم تا شکستتان، فکر کرده اید، فکر کرده اید، کور خوانده اید. شما چجوری دلتون میاد که یک تو خیابون به بچه ها نیان؟ این فریده مرادخانی علی خامنه ای داییشه، هر چی اینا بخوان برای اینو فرام میتونست بکنه.
توی ایران زمان خون و خون ریزی 20 سال پیش، دختر اون موقع 30 سالش بود، اومد اولین کمیته مبارزه با اعدام رو در ایران درست کرد. همین بچه مبارزه با اعدام، اعدام نه، بعد اذیت، زندان، شکنجه، فلان، بعد کمک به زندانیان سیاسی، میرفت خونه زندانیا برسن، کی میرسه الان به زندانیا؟ چند بار گرفتنش، چند بار، یه بارش نیمد بگه، یه بارش نمیده بگه من گرفتن، من رفتم زندان، من به زور در آوردم کی میره زندان. این اواخر مطرح کردیم، بعد از اینکه قبلش هم که با شهبانو هم که اومد اونجا پیام داد اینا، من اول بار مطرح کردم، بعد وقتی تفلیر گرفتنش، چندی بار گرفتنش، نمیخواد خود نمایی نمیخواست بکنه، داییش این مردی که بعد الان توی همین جنبش اخیر، نه انقلاب اخیر، قبلا یادتونه چند ماه پیش بازداشتش کرده بودن که بازداشتش کردن، این رفت تو تظاهرات شرکت کرد، میرفت تو تظاهرات، چون میدونستین رفت تو تظاهرات، یکی از تظاهرات که برگشت گرفتنش، حالا احضارش کردن، بیو پرانه گرفتنش، انداختنش زندان. مادرش هم اعلامیه داد که دیدید که خامنه ای دیگه چی براش مون دیگه، خواهر، برادر، نواهاش. آقا ها منصور خانم هم بگم، منصور خانم هم، من دیگه اینجا فرصت نیستم تا براش کنم، به من خبر رسید برنامه روی چیز گذاشتن روی یوتیوب، هست روی صحت میدارم، میگم منصور خانم هم مریض شده بود، رفته بیمارستان، اونجا تو تختی بارستان گفت آره منم دارم میمیرم دیگه، پینا دارم من پیش آقام، یعنی تایید کرد مرگ خامنه ای رو. اینه که این تاکید دارم من بر مرگ خامنه ای، برای اینکه بعضی تو رو درواسی هن. چه پاسدار، چه نظامی، چه فامیل و اینا تو رو درواسی هن که علی خامنه‌ای این بابا مرده، این روسیه است داره میگردونه، تازه اگر هم میبود زنده هم میبود باز روسیه است که ایران رو داره میگردونه، این ذکاوت ها، ذهنیت ها رو روسیه است که بیرا میده و انگلیس، روس و انگلیس با هم با پول اعراب. شما باید به فکر باشید ایران آزاد کنید. بعدم اینها اومدن میخوان این روزا بگن آقا یلدا رو جشن نگیرید، یلدا رو جشن نگیرید، ما تو خونیم، پدر سوخته، این اعلامیه ها مال وزارت اطلاعات رژیمه. بعد امکان داره خوار برادر من، دوستان از اینکه من بیام پخش کنم نمیفهمن، بی شعور زیاده، فکر کردی شعور خیلی مهمه، شعار میتونیم بدیم، همه ما الان شعاری هستیم، ولی اینا شعور میخواد که شما بفهمید مال وزارت اطلاعاته. بچه های ما دارن خون میدن، کشته میدن که ایران بمانه، جشنهای ایرانی بمانه، جشنهای ایرانی بمانه، با شکوه هرچه بیشتر برگزار بشه. اومده میگه آقا یلدا رو تحریم کنیم، ما یلدا رو تحریم کنیم، توی پدر سوخته بریزن تو خیابون، حزب الله بازیشون رو بندازن، همه خونها ریخته میشه که جشنهای ایران بمانه. مادران گرد، گردستان سرزمین دلیران، شما همه تون از کرده یاد بگیرید، هم گرد، چون اینا اصیل ترین ایرانی های اوستایی زرتشتی هستند که شما باید پیرو اونها بشید. وقتی که بچهشون از دنیا میره، دایره و دف میزنن و موزیک و ساز و دال میزنن و میرقصن، عزیزش از دست داده، این حرومزاده میان تبریک میکنن که آقا جشن یلدا رو نگیرید، چه با جشن یلدا رو نگیرید، فردا میگن نوروز رو نگیرید، حالا فلان بعد وقتا تمام این کارا میشه که این جشن ها بمانه. این آدم ها هم بشناسید، همشون البته مزدور نیستن، بعضیشون خرن، شعور ندارن و نمیخونن و این اطلاعاتی برای اینا میفرستن. آقا تو جون ما برای همه آدم ها بفرست، این چون او رو دوستش داره که براش فرستاده، نمیدونی یه رو اطلاعاتیه، هی زنگ میزنه، آی دکتر، استاد، آی مهندس، قربان ما خیلی جا کردی، قربان ما کوچیک شما، دلمون تنگ شده، قربان، اینا خر میشن، پخش میکنن اینا رو، اینا مال وزارت اطلاعاته. ما همه کارا، ما حتی در سوک یاران رقص و جشن و پایکوبی و شادی، من خودم هادی خورسندی نمایشنامه نوشت، مادرم عزیزترین کسم که پلو سالگردش بود وقتی که از دنیا رفت، روی کشتی و موزیک آذربایجان و شمع و شراب، چون روان که آزاد میشه، برای همینی که من از مردن بچه‌ها نمیترسن، چیه جریان؟